اگه میخوای نکاتی رو راجع به ممنوعیت استفاده از قارچ‌کش تو گلخونه بدونی تو این ویدیو همراه من باش. سلام دوست عزیز، در ویدیو روز گذشته روش تضمینی کنترل تریپس در گلخونه رو با هم مرور کردیم. امروز میخوام نکاتی رو راجع به ممنوعیت استفاده از قارچ‌کش در گلخونه براتون توضیح بدم. قبل اینکه ادامه ویدیو رو ببینی حتما این پست رو سیو کن، برای همکارات به اشتراک بذار و اگر هم از اکسپلور اومدی خوشحال میشم پیج ما رو فالو کنی تا ویدیوهای بعدی پیج ما رو از دست ندیم. دوستان عزیز، همونطور که میدونید در فرآیند تولید محصولات گلخونه‌ای هدف اصلی از مدیریت بیماری‌های گیاهی پیشگیری از بیماریه. جلوگیری از ورود یک بیماریگر گیاهی به گلخونه بسیار کم هزینه تر از کنترل اون به محض ورود به گلخونه است. دلیل اصلی این که تعداد قارچ‌کش‌های اختصاصی برای استفاده در گلخونه بسیار کمه، سازندگان قارچ‌کش‌ها به 4 دلیل تمایل به تولید قارچ‌کش برای استفاده در گلخونه را ندارند که شامل 1. سطح زیرکشت گیاهان گلخونه‌ای نسبت به سطح زیرکشت همان گیاه در مزرعه کمتره. بنابراین هیچ گونه توجیه اقتصادی برای تولید کنندگان وجود نداره. 2. هزینه تولید و تعمیدات تولید کننده برای مهیا نمودن مصرف یک قارچ‌کش در گلخونه نسبت به مزرعه بسیار زیادتره. 3. در گلخونه شرایط برای تبدیل شدن فرمولاسیون آفتکش به فرمول گیاهسوز مستعدتره و بعد از مصرف گیاهسوزی در گلخونه بیشتر از مزرعه هست. 4. باقی مانده آفتکش در گیاهانی که در گلخانه پرورش داده میشن نسبت محصولاتی که در مزرعه تولید میشن بیشتره، زیرا در مزرعه عوامل تجزیه کننده آفتکش شامل نور ماورا و بنفش، باران، آفتاب و باد بیشتر وجود داره. دوستان عزیز، ممنون که به این ویدیو توجه کردین. امیدوارم که مفید باشه براتون. در پست روز آینده میخوام اصول مهم تولید نشا در گلخونه رو براتون توضیح بدم. خوشحال میشم ویدیوهای پیج ما رو دنبال کنید و نظراتتون رو برای من کامنت بذارید و با لایکاتون به من انرژی بدین. سپاس از توجه و همراهی شما.